هول و هولکاری و یه حرفای زده شده کلن برای نجات ایران بود، صرفاً نجات ایران. حالا حد اکثر که پاشو لخت نمیکرد بیاره بالا جلو دوربین نشون بده، مسخره است که بخوام این کار رو انجام بدیم. این کار هم شده. من میتونم بگم اگه صد بار دیگه در اون شرایط قرار بگیرم حتما همون کار رو خواهم کرد. من با تمثیل گیگیم بنده مشکوکم. همه میدونن دیشب چه اتفاقی افتاد، شبهای سرنوشت. فردا همین اتفاق برای آقای هاشمی میفته. آف کورس. به هر حال مصلحت نظام هم اقتضا نمیکنه که این روند ادامه پیدا بکنه. اصلا اینطور نیست. حالا مهم نیست واقعا آمده است یا نیامده است، که بنده فکر میکنم نیامده است، چون چنین چیزی اساسا غیر ممکنه. برای چی؟ برای اینکه اگه صحبت بکنه باید بازش کنه. برای اینکه نوکر آقا، نوکر بادمجون که نیستن. هر روز آقا از بادمجون خوشش بیاد میگم بادمجون خوبه، هر روز بعدش میگم بادمجون مضره. گره کور یه جای دیگریه. بنابراین راه داره، مسائل راه داره. ببین نیمه شب بیان بیابونهای کهریزک، هر جای تهران شما بگید و هر ساعت بگید دزدی رو قطع بکنید که من اگه خواستم بیام تو راحت بتونم بیام. یعنی چه؟ این چی میگه؟ همه اینها رو باید اعدام بشه. اینا هیچ کدوم ربطی به اصل مسئله نره. ایشون رو زنده دستگیر کنید. منم هیچ علاقه ای ندارم به ایشون. خوردنیه چیه؟ نه 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 بله. همشون وابسته به آخونده و بچه آخونده و ما به یک تحول بزرگ در این کار احتیاج داریم. یه مقدارش کار رهبران هست که تا حد زیادی اونها وظیفه خودشون رو انجام دادن. از بی‌معنی ترین حرفایی است گفته شده. من نگران این حقیقت مادر مرده هستم. من اون روز اصلا نفهمیدم که توی برنامه افق چی گفتم. مردم ایران در بین یک گازنبر قرار گرفتن. به نظر من هیچ کدوم از ما نباید تحت فشار قرار بگیریم. شما چه میخواید بکنید با هم دیگه؟ بتوانیم به هم دیگر نزدیک بشیم. سر این مسئله ابدا با هم دیگه توافقی نداریم. فردا به ما نخواهند بخشید و خودمون به خودمون نخواهیم بخشید. Of course. من فکر میکنم که در سراسر خاورمیانه هیچ اپوزیسیونی پخته تر از اپوزیسیون ایران و عمیق تر از اپوزیسیون ایران و نزدیکتر به هم از اپوزیسیون ایران وجود نداره. من اطلاعات کافی ندارم. آخه ایشون راست نمیگه. مطالبی که در مجلس گفته شده حرفای مفتیه. مجلس کاری نیست. پاسخ کوتاه من اینه که من نمیدونم. آقای غفوری فرد و تمام همکارانشون میدونن که حرف مفتی دارن میزنند. رابطه شخصی خیلی خوبی ندارن. من واقعا جدی راجع به مسئله فکر نکرده بودم. ما از کمک خارجی استفاده میکنیم. الان نشستیم جلوی دوربین صدای آمریکا، مگه شاخ و دم داره کمک خارجی؟ اینکه ما این رو حواله کنیم به تهاجم فرنگی قبل در واقع پاک کردن صورت مسئله است. اون چرا که من شنیدم تا این لحظه از این نقل قول هایی که انتشار دادید یک سره دروغ بودن، هیچ کدومشون حقیقت نداشت.